با سلام و احترام خدمت وطنانم، خدمت شما ارزم که چون وقتی که انسان در یک موقعیتی قرار داره، در یک روالی زندگی میکنه، در یک روالی اموراتشو میگذرونه، بعد از مدتی عادت میکنه و فکر کنه زندگی همینه. اما کم کم که زمان میگذره و چشمش به دنیای دیگه باز میشه و کم کم جاهای دیگر رو میبینه، به خصوص در دنیای مدیا، در دنیای اینترنت و امثال هم، و بعد مقایسه میکنه و نگاه میکنه به کسایی که سردمدار حکومت هستن، کسایی که بهشون رأی دادن، کسایی که بهشون اعتماد کردن، و بعد اینها کم کم هوشیاری و بیداری میاره. بعد نتیجه کار نگاه میکنن، راندمان کار نگاه میکنن، معدلگیری میکنند که اینها چه کردند، و بعد اختلافات درون اونها، قانون کائنات و همش دست بسته هم دیگه میده تا اینها رسوا بشند، و بعد ملت ببینن که در زندانی بزرگی هستند به نام ایران. باز تو این زندان زندانهای دیگه ای هست امثال اوین، باز تو اون زندانها زندانهای دیگه ای هست مال مخصوص سپاه، مال وزارت اطلاعات، باز تو اون زندانها زندانهای دیگه ای هست به نام انفرادی. خوشبختانه نخبه های ما که از ایران رفتند، ترک کشور کردند، یک درفتن پناهنده شدند، اینها شدن چشم و گوش ملت در خارج کشور. من کار به اپوزیسیون ندارم ها، من کارم کلا به اون 4-5 نفر از ایران رفتن بیرون، خلاص این ارتباط دارن دیگه، دنیای اینترنت، واتساپ، اسکایپ، هر چیزی که الان هست، تلگرام، اینها ارتباط دارن و از اون ور میگن این ور چه خبره و این خیلی خوبه. حالا این مقدمه رو اومدم که تشکر ویژه‌ای بکنم از رانندهای کامیون، اتوبوس، تریلی ها، تاکسی ها، معلمین، فولاد خوزستان، نیشکر هفت‌تپه و همه، هر کدوم از اسمشون گفته فرق نمی‌کنه. اینها به دنیا گفتن که آقا ما تو زندان هستیم. و اینی که اینا نشون میدن این نیست. خیلی هم از این افرادی که خود فروخته بودن و عامل اینها بودن، سعی میکردن در این انتخابات، تظاهرات به این رأی بدین، به اون رأی، دیگه اینا حناشون دیگه رنگی نداره. همه اینها باز شده و رسوا شده. اینا یه جایی از محلی از اعراب دیگه ندارن. و واقعا جای قدردانی و تشکر در دانشجویان در روز گذشته شاهکار کردند. باز هم حکومتی ها رو دست خوردند. اینها اومدن تمام سایت ها تا حتی اون چی تودی، تو چی رو جواب بخوای بدی؟ ناجوان مرد که آره بسیج دانشجویی میخواد اعتراض بکنه به این قصه. من میدونم به تو دادن، تو اشاد علاقه میره باطنیت باشه، ولی اسیر دستشون هستی که این کارا رو میکنی. ولی مرگ بهتر از اینه که انسان بیاد این مزدوری ها رو بکنه. واسه تو آخر وقت هم همینه، چون جایگاه پایگاهی نداری، بعدا دست شما همتون رو میشه، چه اون زم بی شرف، چه تو و امثالون، فرق نمیکنه، دست همتون رو میشه و از اونجا رو انجام مونده خواهید شد. در نهایت بگذاریم، اینا آمدن بسیج دانشجو رو چیز کردن، تبلیغات گسترده کردن در سایت های مختلف انقلاب گرا و امثالون که آره بسیج دانشجو خود اعتراض کنه تا ریشه کن کردن ولایتی. ولایتی تموم شده است، ولایتی روزی حداقل 7-8 ساعت با تریاک بکشه و رو دست حکومت هم مونده. خب اینم یه بهانه است که بذاره بره. و اینها خروارها خروار پول دیگه، به میلیارد نمیشه گفت. اینها از دانشگاه آزاد زدن و بردند که من فقط اینجا یه گذرا عنوان کنم خدمتتون. نه دانشگاه آزاد هر جایی خواستن بسازند، به فکر مردم که نبودن، فکر دانشجو که نبودن. زمین‌های خارج از شهر متری 1 ریال، 2 ریال، 1 تومن رو گرفتند از منابع طبیعی، مثلا برفت 10 هکتار دانشگاه آزاد گرفتند، دوربرش هم 200-300 هکتار، 500 هکتار زمیناش خریدند و همون قیمت برای خودشون و اجدادشون. و خدمت شما عرض کنم بعد اینها این دانشگاه رو به پول مردم
آباد کردند. وقتی اونجا رو آباد کردن، آب کشیدن، برق کشیدن، گاز کشیدن، تلفن کشیدن، زمین دور و بر گرم شد دیگه. 10 هکتار گرفتن متری، مثلا مجانی از منابع طبیعی گرفتن، فرض متر 1 تومن، 1 تک تومنی، حالا زمین دور و برش متری از 100,000 تومن تا 2,000,000 تومن زمین دور و بر قیمت پیدا کرد. جون دانشجوش اهمیت نداشت، اصلا مهم نبود کجا باشه. چقدر دانشجو توی راه ها کشته شدن، چقدر توی راه ها بهشون بلها سرشون اومد کار ندارم، اما دانشگاهی که با پول خود مردم، با سرمایه مردم ساخته شده، وقت میان دانشجو پولم میگیرند. حالا حق واسه دانشگاه بحث علاقه است، اما بقیه هزینه ها رو از اونجا میگیرند، ولی اونا بهره برداریش نمی کنن. دانشگاه هایی که خروجی هاش با پول هست اما کاری براشون نیست، فقط یک عنوان فروختند که حالا اصل عادت است. خانواده هاشمی ذلیل باید بشوند، ذلیل تر از این باید بشوند، با اون فکر احمقانه، با اون لبخند کریهش، با اون مغز فندقیش و امثال اون و ولایته و خیلی های دیگه. دانشگاه آزاد این کاری کردن و زمین های اون منطقه رو این کاری کردن، محیط زیست آن کارش کردن، هر کاری تو سن کردن، کشاورزی رو در منطقه نابود کردن و خیلی کارا کردن، خیلی کارا، چاشنی نیست. اما تشکر من دانشجوها از معلمین اصفهان، من به نمایندگی تمام ایرانیانی که در بندن تشکر میکنم، افراد زیاد در ارتباطم با من، و چشای کور شده اروپایی ها کورتر بشه، چشای بدخواه ایران در دنیا کورتر بشه، سرشون پایین تر بیفته، احساس شرمندگی و خجالت بکنند و برن با وجدانشون، با وجدان نداشتهشون. البته اینم بهتون بگم دوستان، صادقانه بهتون بگم، شما تو مسئولین این مملکت در 40 سال گذشته نمیتونید یکی رو پیدا کنید، یک دونش رو پیدا کنید که زندگی خوبی داشته باشه. فقط زندگی بحث مالی نیست، بحث حالی هم هست. همشون گرفتارند، بدون استثناء، بدون استثناء، بدون استثناء. خواب راحت ندارن، مشکلات دارن، بچهای مریض دارن، خانواده مریض دارن، درگیری دارن، تهدید دارن و و هزاران چی مشکل دیگه دارن. ولی یه کارگر فقط مشکل دقیقه نانش داره، درست مشکل سختیه، ولی سرش راحت میذاره میخوابه. ولی اینا همون رو هم ندارن، هیچی ندارن، صادقانه بگم هیچی ندارن. اون اروپایی ها هم که اومدن این کارا رو کردن همشون مشکل دارن، بدون بر برگرد شک دقیقه سه نکنید. یه قانونی اصلا، قانون کائنات، روزگار اینا سیاه کرده و میکنه. حالا و صداتون به تمام دنیا رسید و جوابش هم میبینید به زودی. خدمت شما عرض کنم که من مطلب زیاد گذاشتم روز شب صحبت کنم و خدمت شما عرض، یه مقدارم اینترنت هم باز شده. الان اینا کاری که دارن در دنیا میکنن برای پول، چون پول ندارند، اینا دارن، ما میدونیم که تا خاک مملکت هم اصطلاح میگن به توبری کردن میفروشن، اینا خاک میفروشن، همه چی میفروشن، اما نه به قیمت خوب. چرا؟ اینا دزدی میکنند. شما دیدین یه سری افراد دزدی میکنن، یه فرش مثلا 50 میلیون تومانی رو میفروشن 2 میلیون تومان، یه سری مالخر و به اصطلاح افرادی هم مثلا از این دوستا میخرن. الان در دنیا همینطور شده، اینا هر چی که میتونن از این مملکت میدزدن، چون اونا میگن که آقا چون تو مال دزدی هست و شامل قانون کاتسو هستی، تو اینجوری کردی و تحریم هستی، من نمیخرم، تو سر مال میزنم، بزخرش میکنه اصطلاحا. اما اینا فعلا برای هزینه روزمرهشون موندن. یادتون اول سال گفتم اینا دلار ندارن، ارز ندارن، روحانی تو مجلس تازه حرفو میزنه، ما میدونیم. حالا اینا هم که داری هم چیزی نیست، اینا هم که داری چیز، یه سری دلار قلابی، یک مشت دلار ریجستر نشده، یک مشت دلار عرض خارج از آمریکای جنوبی رفتن آوردن ماره قبل سال 2000، کم عرض خارج هستن اما آکبن، بسته بندی، مال قاچاقچی ها، پولشویی و همه اینها. آقایون خودتون بهتر میدونید، خودتون همیشه حرفا رو زدید ولی عمل نمی کنید، که هیچ وقت نجات و شفا در حرام نیست. حرف خودت رو به خودتون رو تحویل میدم، هیچ وقت نیست، خودتون نمیتونید. دین اسلام هم که دیگه دین اسلامی وجود نداره، دین آخوندی هست، دین خودتون هست و با ربا شروع کردی که وقتی بحثا نمیخوام بشم، بحثا هم صحبتم به جای دیگه میخوام برسونم.
راجع بحث سربازی مطرح کردم دوستان، خیلی جدی بگیرید. از داخل پادگان خبر واسه میرسه، اینا کم کم دارن آماده باش میدن و اینها اصلا براشون مهم نیست که چند نفر چجوری کشته بشه. دیدین در جنگ، دیدین حالا من به جنگ میرسم امروز بخدا، در حال محسن رضایی به جنگ میرسم، ترک خدمت کنید دوستان، به خصوص سرباز. حالا کادر استخدام 30 سال تعهد خدمت داره، کار نداریم، اما سرباز 2 سال اومده بره خدمت بکنه و بیاد که بتونه خیلی کارا رو بکنه، به هیچ وجه خودتون گوشت جلو گلینه قرار ندید، چون اصلا براش مطرح نیست. اینها سپر انسانی تشکیل میدن، اینا خیلی کارها میکنند، جنگ نمونهش هست، اینا عادت کردن به قصه، اصلا جون ایرانی براشون مهم نیست، اصلا اهمیت نداره. جون بچه‌ها به خطر نندازید، بیاید از هنوز منطقه جنگی نرفتن خارج بشن، چون منطقه جنگی برن مثلا فرار بکنن، بعد حرف براشون درست میشه، بعد پرده براشون درست میکنن، ندارم این فرار از منطقه جنگی کرده و فلان، از این حرف و چرت و پرت. هنوز در منطقه آرام هستید، چون دارن اینا برنامه‌ریزی میکنن، چون 99% فرمانده های ارتش سپاهی هستن، از این موضوع رو هستن، از این جنایتکار ها هستن، از این خائن ها هستن دیگه. اینجا عقل حکم میکنه، این فراخوان مهمیه برای شما که باید ترک خدمت بکنید و اونایی که باید دارن نرن، هیچ کاری نمیتونن بکنن. چه کار میتونن بکنن؟ بذار بسیجیا برن، اگه رفتن بسیجیا یک دونه شم نمیرن، مگه اصلا حالیش نمیشه کجا میبرنش؟ وگرنه دیگه اینا دیدن، بخصن تو خودشون دیدن، خانواده شهداشون دیدن، جانبازاشون دیدن. حالا میدونید دوست اعتراض که از توی حکومت بدون از کجا میاد بیرون، فیلم های خامنه‌ای، فیلم های رضایی، اعتراض رضایی از کجا میاد بیرون؟ اینا بچه های همون کس هایی هستن که عاشقانه و خالصانه رفتن جنگیدند. جوانه قبل از این توته و دسته دوستان یک عجوبه هایی بودن، اعتقادات خاص خودشون داشتند و رو همون اعتقادات یک مقدار تعصب هم بود، رفتن جایی که نباید برن. اما حالا بچه هاشون اینا استخدام میکنن، مثلا یعنی 3 تا 4 تا شهید خونه داده مجبور بودن استخدام کنن، حالا اینا بزرگ شدند، حالا قدرت تشخیص دارن، قدرت تطبیق دارند، مرتب گزارش بهشون میاد، چه وزارت اطلاعات چه سازمان اطلاعاتی دیگه، اینا هستن دیگه، میبینند. اینا با ما 2 میلیون حقوق میگیرن، پدرشون با چه وضعی رفته، پدرشون وقتی از جبهه پول که نگرفته هیچی، تراکتورشون فروخته، حلقه ازدواجشون هم هدیه کرده. حالا میگم چرا، اینا رو باز میکنم براتون. حالا این بچه ها بزرگ شدند، حالا نگاه میکنن انگلزاده ها، آخونزاده ها، حرومزاده ها، بیشرفزاده ها، دوستزاده ها، جنتکارزاده ها میرن تو کشورهای اروپایی آمریکایی، چند هزار نفر، چند هزار میرن اونجا، میلیارد خرج میکنن، گزارشش هم میاد، خب اینا میبینند، بعد مقایسه کنه با خودش، بچه یه شهیده، بچه یه جانبازه، بچه محفوظ اثره، بچه کسیست که اسیر بوده سالیان سال، میگه پدران ما این کارا رو کردند با هزینه خودشون، وقت اینها برن کیفشو ببرن، این حالو بکنن، و این توهین به همه چیه، به شعور انسانه، به ذات انسانه، به فکر انسانه، به روح انسانه، به جسم انسانه. و این اگه اطلاعاتی میاد بیرون، من شما که نداریم که، راجع محسن رضایی صحبت میشه، در میاد بیرون که حالا کسی که بچهش هم که کشتن به دستور خودش و همسال هم در هتل 5 ستاره کشتن، یعنی کنار خیابون هم گلوی مغز کار نکرد بکشنش، خب محرز مشخصی میبینند، خواست وجدانی دارند، تشخیصی دارند. اگر خبر به من امثال من میرسه از طریق اینها، اینا درد وجدان، اینا درد دارن، درد وجدانی دارن که پدران ما رفتن این کارا که اینا بودن سر کار، پدری ما تانک میزنن، اینا بانک میزنند با کمال پررویی و وقاحت و بیشرفی. اینه که اینا الان در حال دزدی از مملکت هستند، دیگه صادراتی نیست، دیگه وارداتی نیست، هر چی که میبرن این برای میفروشن، نفتی که میفروشن با هزینه من و شما در میارند، میرن میفروشن، پولشو به جیب میزنن که فعلا هزینه‌های زیادی دارند، هزینه‌های گزافی دارند، بدهکارند، خیلی مسئله دیگه هست پشت دست. این اطلاع از طرف اونها در میاد و اونها میخوان یک مقدار از بار وجدانشون و فشارشون کم کنند. خدمت شما عرض کنم که اینها یک زمانی نشستن، همین آقایون امثال محسن رضایی خائن بلفطره و اصلا مأمور، بذار من یک خود برگردم عقب‌تر.
زمانی که این جنگ شروع شد میرحسین نخست وزیر بود. خمینی بهش میگه که به هیچ وجه از نظر مادی نمیخواد کمک کنه، دند مردم نرم پول بدند. اون زمان محسن رفیق دوست میرفت توی بازار و این برابر چارپای میزنه بالا چارپای پول جمع که پول نقد جمع میکرد، درست؟ و میرحسین میگفت که پول نداریم، ولی از اون پول میداد به فلسطین، نفت مجانی میداد به اسد. دوستان اینو بهتون بگم، در 40 سال گذشته 40 سال ما نفت مجانی از کشور بردن به حافظ اسد و بشار اسد دادن. 40 سال نفت بردن بردن فروختن دادن بهشون و به قول معروف بدون پول به فلسطین دادن، برای گروه تروریستی دادن، خیلی کارا کردن، ولی برای جنگی که خودشون رو انداخته بودند، مسببش خودشون بودند، صادر میخواستن اسلام صادر کنند، نمیدادن، گفتن خود مردم میدند. میرحسین در جنگ هیچ کمکی نمیکرد. باورتون میشه اون کسی که میرفت شهید میشد، کشته میشد، این ور اون ور میشد، تیکه تیکه میشد، با هزینه خودش میرفت گاوشو، ببخشید تراکتورش رو، هر چی داشت میفروخت، حتی تا حلقه ازدواجش رو میفروخت، میداد به اینها هدیه میکرد، تا ماشین زیر پاشون رو میدادن به اینها برای جبهه ها. من قبلا صحبت کردم، حالم بد میشه، من امروز 1 ساعت پیش واسه گیر بذارم، یادم افتاد و حالم بد شد، ولی خب درسته کسلم و بی حالم، ولی براتون میگم. اینا میخواستن یه جاده بزنن به بصره از تو اون باتلاقا و تو اون خورا و تو اون تشکیلات. اگر به شما بگم بالغ بر 4-5 هزار، کم میگم باورتون بشه، تریلی و کامیون و کمپرسیو همتون رفتن تو اونجا تو باتلاق، رفتن با رانندهشون مردن، کم گفتم های رفتن فرو، مفشکال نداره، زیر سازی میشه. جاده چی شد؟ جریان کربلای 4 یکی از این جریانات هست. اینها از کار سیستم بلد نبودن. کربلای 5 یکی از اینهاست. یه تیپی داشتن به نام ذوالفقار. اینا آمدن 3 ماه در دشت شوش اومدن استتار کردن که حمله کنن. یکی از قوی ترین و حساب مبارز ترین گروه ها بودن، چریک حالا چریکی داشتن به نام تیپ ذوالفقار. بعد فکر کردن عراقی ها مثلا دیگه اینا 3 ماه استتار کردن. استتار یعنی که سنگر میکردن، بعد بین سنگر ها کانال میزنن که اصلا اینا دیده نشن، روشون هم میپوشن دیده نشن مثلا. بعد عراقی هم که خب خیالشون راحت خبر داشتن. شب آخر که عملیات میخواست ساعت 2 بعد شب بشه، ساعت 12 شام خوردن، ستون پنجمشون که حساب در جریان بود تو خزیر ریکاری خب همه اسهال شدند. 90% اینها کشته و معلول مجروح معلول شدن، 10% هم فرار کنن. اسم تیپ بودن تیپ زود فرار، یعنی این مجبور شدن فرار کنن، اسهال شدن دیگه، نمیتونن به کاری انجام بدن. در منطقه طلایی دوستان صدام مسلسلای کار گذاشته بود، اونم از جز آزمایشگاهشون بود که اینا با حرارت بدن انسان کار میکرد. بعد اینا یک عملیات اونجا انجام دادن، فکرن چی کار میخوان بکنن، مسلسلا اصلا آدم نمیشناسن، اونا میزنن. 10,000 نفر اونجا کشته شدند، معلول شدند، اونجا موندند، پوسیدند، مسلسل اوتوماتیک جنایت ها کردند دوستان. حالا دیگه آگاه هستیم، دیگه میدونیم در این حکومت سربازی خدمت کردن خیانت به خودتون هست، خیانت به بچه‌تون هست، خیانت به پدر مادرت و به مملکتون هست، چون اینها در 40 سال چه کار کردن؟ اگر سازمان بین المللی نبودند، اینا شاید کلی از ایران داده بودن رفته بود. پس ترک خدمت جز واجبات شماست، خودتون میدونید. من وظیفم گفتنه. بچه‌ام خدمت رفتی کو کار؟ حالا اخیرا میگه گواهینامه بگیرید بدون سربازی که اونجا بگیرنتون. نه همینن. اصلا براشون مهم نیست. الان فقط اینا گوشت جلو گلوله میخوان. بعد بگن ارتش ببرم به لباس سپاهی برم اونجا، بعد به پانوی زدن دیدی چیکار کردم و حمله اتفاق بیفته که محتمله و قطعا اتفاق میفته، اینا کارهایی رو خواهند کرد، کارهایی رو خواهند کرد که من الان چون کلیپ زیاد شده دو تیکه تیک صحبت دارم باید بگم، حتما خواهم گفت برای پیشگیری اتفاقاتی خواهد افتاد و اینا برنامه‌ای که دارن برای این کار انجام دادن و سعی میکنم تو 24 ساعت این کار انجام بدم براتون بگم. آماده باشید، وقتی آماده باشیم هوشیار باشیم خیلی بهتره. پس برای سربازی دارم بهتون میگم،
به همه بگید ترک خدمت کنند. هیچ اتفاقی نمیفته. شغلا برای شما منتظر نیست. هیچ نیست. و سلامت شما پهلوان زندهش خوشه. سلامت شما بالاترین مسئله است. مثلا الان من جا نوشتم عملیات رمضان چه کردید؟ چند صد هزار نفر به کشتن دادید؟ چند ده هزار نفر به کشتن دادید؟ بر فرج هشت چه کردید؟ همه کاراتون بی حساب کتاب بود، عمدی هم درش بود، برای نفس کشی شما اومده بودید. بعد میرحسین زمانی که جنگ تموم شد براش استعفا کرد. خامنه ای مشهد بود، گفت نه خیلی استعفاش نمیپذیرم. گفت تو زمان جنگ گفتی ما پول نداریم فلان نداریم، حالا واسه بمونه. تو اختلاف بهش شدید بود، ولی خمینی پشت میرحسین بود. و نه بحثی است که بعدا باز میشه، حالا فقط گذرا گفتم یه یادآوری شده باشه. بله خدمت شما عرض کنم که یه مصاحبه داشتم من با یکی از خبرگزاری مهم آلمان که چاپ شده به زبان آلمانی، قطعا به زبان انگلیسی هم خواهم گفت، اما ازشون متشکرم که رعایت امانت رو کردند و مصاحبه درست پخش کردند و فکر نمی‌کردم پخش کنند. اینو بعد دوستان به فارسی تبدیل میکنن و من براتون خواهم گذاشت. فکر کنم انگلیسی هم تا فردا پس از چاپ بشه اونم تقدیمتون خواهم کرد. مصاحبه خوبی است و در نوع خودش شیوه جدید در مصاحبه است و خدمت شما عرض کنم که قطعا دوستان خوششون میاد و خوش اومدن یک طرفه، اما شهامت پیدا کردن که اینجور حرف زدن خودش کار بزرگی. حالم زیاد خوب نیست و اصلا نمیخواستم صحبت کنم، مخصوصا حرفای محسن رضایی بیشرف که این جنایت ها رو کرده، این کارها رو کرده، این اتفاقات افتاده. خیلی راحت بیا آزمایشگاه و هم آزمایش کردیم، می‌خواستیم همون حرف آزمایش که من گفتم مثلا تست می‌خواستیم بکنیم، برای اینا دام گذاشته بودیم. چه دامی گذاشته بودیم، چه دامی گذاشته بودیم. یه نفر رفته بود توی یکی از شهرها، بعد اونجا شهید جرونی گرفت، گفت بیا بده یک هنر یاد بدم 10 تومن بده. ما 10 تا یک تومن خیلی پول بود، یه هنر یاد بده شهر خودت. خب باشه، آمد و یه میل از این سرای چیز آهن تیز بود، دستش گذاشت بالا، بزن رو دستم، زد دستش کشید دستش سوراخ شد، گفت دیدی حالا برو ببین چیکار می‌کنه. این برگشت شهرشون و بعد خواست همین کارو، هر چی گشت دیدش یه تیز بزن دماغ خودش، دید دماغ بزرگه، دستش رو بزنی بزن دستش کشید زد دماغش پر شد. و اینها همین هستند، اصلاح هم دیگه نمیتونن بشن، ذاتشون همینه، مزدورن، خائنن، عاملن، دیگه گفتن نداری حرفا، هم از این حرفا هارش به هم میخوره. پس بدونید که اینا کم کم دست جنگ رو میشه توسط بچه های همون کسی خالصانه با آشار زن جنگیدن، فکر کرده به کشورشون میجنگن، فکر کردن دارن چه کار میکنن، جافشانی ها، اون ایثار ها، اون فداکاری ها، اون شب گرسنه خوابیدن ها، اون رومین رفتن ها، این حالا نتیجه شاید دارن، بچه هاشون، نواه هاشون، نتیجه هاشون، فامیل هاشون، زن هاشون میبینند. خب دوستان، فراخوان ها هست، مطمئن باشید هست، ما کارمون رو میکنیم تا فراخوان نهایی برسه. حالا آقایون فراخوان ادام بزینه تمام بشه، ولی من کار خودم دارم انجام میدم. بی نهایت ازشون ممنونم که دیروز هم شاهکار کردن بچه ها و ما تونستیم بهره لازم رو ببریم و از شاه زیزمان ممنونیم که بلافاصله حمایتشون اعلام کردند. برنامه خیلی خوبی رو دارند، حالا کم کم اعلام میشه. ببخشید بی حالی منو، ببخشید شور صحبت کردن منو، گذشت خسلت بزرگانه. عزیزید، ایام به کام روزگار خوش.